Yeah. <laughs> بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله والصلاه والسلام على حبيبنا ومولانا رسول الله وعلى آله وصحبه ومن والاه خوشا به حال اونهایی که خداوند اونها رو دعوت کرده تا بیان به خانه خدا و خوشا به آن حال اون مشتاقانی که خودشون قلبهاشون رو در مسیر دعوت الهی قرار دادن و شوق خانه خدا در قلبهاشون هست تو خونه هستند هستن دلشون با حاجیان هست شیشدنگ حواسشون با حاجیان هست و در واقع اجر حج رو میگیرند گیرند بدون اینکه با حاجیان همراه باشند در اونجا قلبشون مثل حاجیان تلبیه توحید رو میگه لبیک اللهم لبیک لبیک لا شریک لک لبیک ان الحمد و النعمت لک و الملک لا شریک لک اونهایی که خداوند فرصت داده و اومدند به حج و اونهایی که قلبشون در مسیر حج هستند این روزه های مبارک زلحجه رو باید قدر بدونن این فرصت طلایی رو به بهترین وضع ازش استفاده کنن با ذکر و نیایش خداوند منان شمایی که وطنت رو خاک و دیارت رو خیشان و عزیزانت رو رها کردی شمایی که همسرت و هات و پدر و مادر و بهترینات رو رها کردی این همه هزینه کردی این همه تحمل کردی اومدی اینجا فرصت فرصت دعاست و فرصت نیایش و فرصت کسب اجر از خداوند خداوند هاجیان رو تذکر میده به اینی که ذکری و یاد خدا را زیاد بکنین و الله فی ایام معلومات در این روزهای مشخص زیاد و زیاد ذکر خدا بکنین و ذکر الله فی ایام معدودات در این روزهای معین چند روزی که بیشتر نیست خدا رو زیاد و زیاد دعا کنید و نیایش خدا بکنید و رسول اکرم صلی الله علیه و سلم می که این مناسک حج همش میدان میدان ذکر و نیایش الهی است در حدیثی اومده که پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند انما جعل الطواف و بالبيت سعی و بین الصفا والمروه طواف دور خانه خدا و سعی بین صفا و مروه رو خداوند قرار داد و رمی جمرات و رمی جمرات همه اینها رو خداوند این مناسک رو مشخص کرد من اجل اقامت ذکر الله تا در این فضا شما ذکر و یاد خدا رو برپا دارین و در آخر سوره بقره خداوند منان در پایان احکام حج به ما میگه فیذا قضیتم مناسککم فذکر الله کذکرکم آباءکم او اشد ذکرا وقتی که مناسکتون تموم شد مناسکی که همش ذکر و نیایش بود دیگه از ذکر غافل نشید بیشتر بیشتر از اون یاد و خاطره ها و افتخارات که برای خیشان و نیاکانتون از پدر مادراتون ذکر میکنید که چون اینو و چنان بودن اینا رو ول کنید ذکر خدا بکنید یاد خدا بکنید فمین الناس دو مردم دو گروه مردمی که میان دو گروه من الناسی من یقول ربنا آتنا فی الدنیا و ما له فی الاخره من خداق بعضی از مردم این کوته فکرانی هستند که حجشون رو زایه می کنند دنیا قلبشون رو در چنگ گرفته میان میگن خدا یا به ما دنیا بده اینها در آخرت هیچ چیزی هیچ سعادتی نصیبشون نیست و منهم من یقول من ربنا آتنا فی الدنیا حسنه و فی الاخرتی حسنه و عذاب النار و, و برخی دیگه اون عاقلان هستند که هم از دنیا و خیرات دنیا رو میخوان هم خیرات و خوبی های آخرت رو از خداوند تمنا می کنند و هر یکی از اینها به اون چیزی که خواسته خداوند بهش میده کلا لهم نصیب و مما کسبوا همه اونها نصیب و حظشون و بهرهشون از اون چیزی که کسب کردن خودشون رو به دست میگیرن الله سریع الحساب و این فرصت فرصت دعاست در این فضا میبینیم که بعضی ها دستشون هست آقایون دعای شوک اول دعای سعی اول یک آخوندی یک نمیدونم انسان جاهلی یا کسی که گول خورده یا خودش شیاد هست به خاطر چند قرون پولی میاد و مردم رو گول میزنه یه دعاهایی من در آوردی از خودش در میاره یا حتی شاید دعاش درست باشه اما به این صورت میاد اینا رو جمع میکنه که شوت اول دعاهای خاصی داره اول دعاهای خاصی داره فلانجا دعاهای خاصی داره نه این کارا رو نکنید تکرار نکنید با صدای بلند در مسعا و در تواف این کارا رو نکنید مزاحم دیگران نشید دعاهای علکی نیارید دعاهایی که از خدا و پیامبرش ثابت شده خداوند در قرآنش به ما یاد میده چگونه دعا کنیم پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به ما یاد داده که چگونه دعا کنیم همون دعا رو میکنیم و ندونستیم حداقل از قلب خودمون با خدای خودمون راز نماز کنیم با زبان خودمون با اون چیزی که میدونیم اگر دعاهای قرآنی و احادیث پیامبر رو میدونیم به خیر اگر نمیدونیم چیکار کنیم خودمون دعا کنیم نه یا این مزاحم دیگران نشیم آیات زیادی هست که تشویق میکنه ما رو که خداوند متعال در ما این انگیزه رو به وجود میاره که دعا کنیم و تنها خدا را بخوایم و اذا سألك عبادی عنی فانی قریب اگر بندگان من در مورد من سوال کردن که خدا نزدیکه تا ما یواش دعا کنیم یا دور تا صدامون رو بالا بر نه صداتون رو بلند نبرید فا این فانی قریب من نزدیکم اجیب و دعوت الداعی اذا دعان دعای هر بنده هم که منو بخواد من دعایش رو استجابت میکنم فلی لی لبیک بگن به احکام من به نماز من به روزه من به اون چیزی که فرض کردم و ولی بی و به من ایمان بیارن لعلهم یرشدون و در آیه دیگه خداوند منان میفرماید و قال ربکم دعونی از لکم خداوند شما گفت که دعا کنی تا من دعای شما رو قبول کنم دعا خدا میگه که منو بخواید نمیگه که از طریق فلان و فلان بخواید نه خودتون از من بخواهید تا من دعای شما رو اجابت کنم ان الذين يستكبرون عن عبادتي سيدخلون جهنم داخلين اونایی که تکبر میکنن و عبادت خدا رو و خورده میگیرن اونها به جهنم میرن و پیامبر اکرم صلی الله علیه و میفرماید که چیزی نزد خداوند عزیزتر از دعا نیست و دعا مخ عبادت هست اصل عبادت یعنی دعا و میفرمایند که هیچ مسلمونی نیست که خدایش رو دعا کنه که در اون دعاش نفرین و بد دعایی نباشه برای خانواده و خیشانش مگر اینکه خداوند یکی از سه چیز رو بهش میده یا اینی که دعایش رو قبول میکنه همون لحظه دعایش قبول میشه یا اینی که خدا من این دعا رو براش میذاره دعاش قبول بشه به نفش نیست خداوند در مقابل این دعا اجری پاداشی براش معین میکنه چون دعا کرده این عبادت رو به جا آورده و این مجر و پاداش در کارنامه اعمالش گذاشته میشه و یا اینی که خداوند یک سو و یک مصیبتی رو ازش برطرف میکنه و هیچ وقت امکان نداره شما دعا کنید پیش خدایتون و این دعایتون یکی از سه فرصت رو به دست نیاره یا قبول میشه یا اجر و پاداش میشه در صحیفه کارنامه اعمالتون یا اینی که باعث دفع یک مصیبتی از شما میشه و وقتی هم دعا می کنیم آداب دعا رو مراعات کنیم اخلاص و تزر رو داشته باشیم در پیش خدامون خاری و بندگیمون رو پیش خدامون به نمایش بگذاریم و با اخلاص و تزر رو بیاییم شروع کنیم اول حمد و ثنای الهی رو بگیم بعد سلوات و درود بفرستیم بر پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم اصرار کنیم بر دعامون نه اینکه بلند شو رو عجله نکنیم اصرار کنیم هر دعا رو چند بار تکرارش کنیم سه بار تکرارش کنیم اصرار کنیم بر دعامون و هیچ وقت خانوادهمون خیشامون نفرینشون نکنیم بد دعایشون نکنیم و براشون خیر بخوایم برای امتمون خیر بخوایم وضو بگیریم همیشه وقت دعا در به طرف قبله دعا کنیم اینا از آداب دعا هست اگر اینکه وضو نداشتی معنیش این نیست که دعا نکن یا اگر نتونستی به طرف قبله باشی همیشه در حال دعا باش و با صدای آرام با خشوع و خضوع و خاکساری دعا کنیم نه اینکه داد بزنیم و دیگران رو اذیت کنیم و در دعامون هم دنبال جملات قلمبه به سلم همون طبیعت خودمون همون چیزی که باید داریم با خدامون حرف میزنیم و به از بگناهامون اعتراف کنیم و استغفار کنیم و این فرصت رو غنیمت بشماریم برای دعا و با هم تلبیه توحید رو زیاد تکرار کنیم چه اونایی که در حجن و چه اونایی که قلبشون رو بحج فارس تدعان. فهم لبيك اللهم <applause> لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك. لبيك اللهم لبيك، لبيك لا شريك لك، لبيك إن الحمد والنعمة لك ان الحمد والنعمه لك الملك لا لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك ان الحمد والنعمه لك والملك لا شريك لك فرصه فرصه عباده فرصه دعاء ونيايش و ان سرزمین قداست خاص خودش رو داره و این روزه های حج هم روزه هایی هستند که قداست و جایگاه های خاص خودشون رو دارن و خداوند در اینجا فرصت های زیادی گذاشته برای جاهایی که در اونجا دیگه دعای مؤمن رد نمیشه همونطور که گفتیم البته هیچ وقت دعای مؤمن بی بهره نمیمونه اما جاهایی هست که در اونجا ویژگی خاصی خداوند به اونجاها داده مکانت خاصی به اونجاها داده مثل روز عرفه دعا در روز عرفه پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم سلم میفرمایند خیر الدعاء یوم عرفه بهترین دعا در روز عرفه هست و بهترین چیزی که من محمد مصطفی و پیامبران قبل از من در این روز و در اینجا میگفتند این بود که لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك و له الحمد وهو على كل شيء قدیر این رو یاد بگیریم و در روز عرفه تکرارش کنیم چه در حج باشیم در هر جا باشیم این توحید الهی رو تکرارش کنیم و دعا در نزد صفا و مروه جابر رضی الله عنه وقتی که حج پیامبر رو برای ما تعریف میکنه و میفرمایند که وقتی به صفا رسیدن رفتن بالای کوه صفا رو به قبله کردن و توحید الهی رو به جا آوردن تکبیر الهی و الله و اکبر گفتن و گفتن لا اله الا الله وحده لا شریک له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدیر لا اله الا الله وحده لا شریک له انجز وعده ونصر عبده وهزم الأحزاب وحده وأصطاد عن دروية در در صفا مکس کردن مدتی رو اونجا بودن دعا می دعا می دعا می و بعدش هم شروع میکردن به سعی روی مربه می همچنین دعا میکردن و باز میگشتن به صفا همچنین دعا می این جاهایی است که به صلاح باید این فرصت ها رو غنیمت بشماریم برای دعا دعا در مشعر الحرام وقتی که انسان میاد به مشعر الحرام میرسه باز رو به قبله می کرد پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم دعا می کرد تکبیر الله اکبر میگفت و می لا اله الله وحده لا شریک له و همینطور مشغول دعا میشد تا خورشید بالا می اومد و فرصت دعا در رمی جمرات جمره صغرا و جمره وستا وقتی که پیامبر اکرم صلی الله علیه وسلم به این جمره می رسید و پرتاب سنگریزه رو کم کرد با هر سنگریزه که پرتاب می کرد الله و اکبر میگفت بعد می رفت جلو مای میساد و دعا میکرد و دستش رو به سوی آسمون بلند می کرد و دعا می کرد بعد میرفت به جمره وستا اونجا هم با سنگریزه رو وزد با هر سنگریزهی که می الله اکبر می گفت و بعد می رفت به جانب چپ اونجا وای می ساد و دستش رو بلند می کرد رو به قبله و دعا می کرد این فرصت ها رو باید غنیمت بشمونیم دعا داخل خانه خدا برای اونایی که خداوند این فرصت رو نصیبشون می کنه وارد کعبه می شن. کسایی که این فرصت نمی جای حجر اسماعیل که بهش میگن منطقه حجر این جزی از کعبه است اگر رفتید اون داخل انگار که رفتید داخل کعبه اونجا هم میرید و دعا میکنید که قصهش معروفه که این جزی از کعبه بود و قریشیان وقتی کعبه رو بنا کردن چون که میخواستند از تنها از مال حلال باشه این بود که نتونستن این قسمت رو داخل کعبه کنن و قصهش معروفه این جزی از کعبه است اینجا هم رفتید دعا کنید پیامبر خدا وقتی قارد کعبه میشدن هر طرف خانه کعبه میرفتن و دعا میکردن وقتی که آب زمزم نوش جان میکنید اونجا هم دعا کنید که از جایی است که خداوند دعا رو قبول می ما او زمزم لیما بله ما آب زمزم برای هر اون چیزی که شما نیت کنید و بخوری نوش جان کنید در مطاف وقتی که هستید هر چی میخوای دلتون دعا کنید در مطاف دیگه دعای خاصی برای هر شوتی نیست فقط وقتی که بین رکن یمانی و حجر اسود هستید این دعا رو زیاد تکرارش کنید ربنا آتنا فی الدنیا حسن و فی الآخرت حسن و قینا عذاب النار همین دعایی خداوند متعال در سوره بقره به ما یاد داد در اسنای سعی هر چه دلمون میخواد دعا کنیم در همه جا و همه حج و فرصت حج فرصت دعاست پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم میفرمایند الغازی فی سبیل الله والحاج والمعتمر وفد الله حاجی و کسی که برای حج بیاد کسی که بره برای جهاد کسی که بیاد برای عمره اینها وفود خدا هستند اینها پیکه های الهی هستند خداوند اونها رو خواست و دبی گفتند و دعوت خدا رو پذیرفتند و الان و سعلوه و فعطاهم اونا از خداشون میپرسند و خداوند به اونها میده اما یادمون باشه که بهترین بهترین دعاها اون دعاهایی است که خداوند در قرآن کریم به ما یاد داده بهترین دعاها بعد از دعاهای قرآنی دعاهایی است که رسول اکرم صلی الله علیه و سلم به ما یاد داده از جمله دعاهای قرآنی که با هم تکرارشون میکنیم ربنا صرف عنا عذاب جهنم ان عذابها کان غراما انها ساءت مستقرا و مقاما رَبَّنَا هَبْ لَنَا مِنْ أَزْوَاجِنَا وَذُرِّيَّاتِنَا قُرَّةَ أَعْيُنٍ وَاجْعَلْنَا لِلْمُتَّقِينَ إِمَامًا رَبَّنَا اغْفِرْ لَنَا وَلِإِخْوَانِنَا الَّذِينَ سَبَقُونَا بِالْإِيمَانِ وَلَا تَجْعَلْ فِي قُلُوبِنَا غِلًّا لِلَّذِينَ آمَنُوا رَبَّنَا إِنَّكَ رَؤُوفٌ رَحِيمٌ رَبِّ اغْفِرْ وَارْحَمْ وَأَنْتَ خَيْرُ الرَّاحِمِينَ رب ربنا اتنا في الدنيا حسنه وفي الاخره حسنه وقنا عذاب النار ربنا لا تؤاخذنا ان نسينا او اخطانا ربنا ولا تحمل علينا اسرا كما حملته على الذين من قبلنا ربنا ولا تحملنا ما لا طاقه لنا به واعف عنا واغفر لنا وارحمنا انت مولانا فانصرنا على القوم الكافرين. ربنا لا تزغ قلوبنا بعد اذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمه انك انت الوهاب. ربنا اغفر لنا ذنوبنا واسرافنا في امرنا وثبت اقدامنا وانصرنا على القوم الكافرين. ربنا اتنا من لدنك رحمه وهيئ لنا من امرنا رشدا رب هب لي من لدنك ذريه طيبه انك سميع الدعاء رب اجعلني مقيم الصلاه ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء رب انصرني على القوم المفسدين و همینطور دعاهایی رو خداوند متعال بر زبان پیامبرانش در قرآن کریم به ما یاد داده این دعاها بهترین دعاهاست جامعترین دعاها هر آنچه که ما بخواهیم در این دعاها هست و بعد از اون دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم که زیادن پیامبر اکرم صلی الله علیه و سلم 23 سال دعوتشون دعا و نیایش بود پیش خداشون بیاییم بعضی از این دعاها رو یاد بگیریم و در فرصت حج و عمره اینها رو با خودمون داشته باشیم و از خدامون دعاها بکنیم دعاهایی که خودمون میخوایم دعاهای قرآنی دعاهای رسول اکرم صلی الله علیه و سلم از اون جمله است اللهم اصلح لي ديني الذي هو عصمه امري واصلح لي دنياي التي فيها معاشي واصلح لي اخرتي التي فيها معادي واجعل الحياه زياده لي في كل خير واجعل الموت راحه لي من كل شر اللهم اني اسالك الهدى والتقى والعفاف والغنى اللهم اقسم لي من خشيتك ما تحول به بيني وبين معصيتك ومن طاعتك ما تبلغني به جنتك ومن اليقين ما تهون به علي مصائب الدنيا ومتعني اللهم بسمعي وبصري وقوتي ابدا ما احييتني واجعله الوارث مني وانصرني على من ظلمني ولا تسلط علي بذنبي من لا يخافك في ولا يرحمني ولا تجعل الدنيا اكبر همي ولا مبلغ علمي ولا إلى النار مصيري اللهم اهدني في من هديت وعافني في من عافيت وتولني في من توليت وبارك لي فيما أعطيت وقني واصرف عني شر ما قضيت فإنك تقضي ولا يقضى عليك وإنه لا يعز من عاديت ولا يذل من واليت تبارك ربنا وتعاليت، اللهم اني عبدك ابن عبدك ابن امتك، ناصيتي بيدك، ماض في حكمك، عدل في قضاءك اسالك اللهم بكل اسم هو لك، سميت به نفسك. او انزلته في كتابك او علمته احدا من خلقك او استاثرت به في علم الغيب عندك ان تجعل القران العظيم ربيع قلبي ونور صدري وجلاء حزني وذهاب همي وغمي اللهم اني اعوذ بك من العجز والكسل واعوذ بك من الجبن والبخل واعوذ بك من غلبه الدين وقهر الرجال اللهم اني اعوذ بك من جهد البلاء ودرك الشقاء وسوء القضاء وشماته الاعداء اللهم رحمتك أرجو فلا تكلني إلى نفسي طرفة عين وأصلح لي شأني كله لا إله إلا أنت اللهم إنك عفو كريم تحب العفو فاعف عني اللهم إني أسألك فعل الخيرات وترك المنكرات وحب المساكين وأن تغفر لي وترحمني وإذا أردت فتنة قوم فتنة توفني غير مفتون واسالك اللهم حبك وحب من يحبك وحب عمل يقربني الى حبك اللهم اني اسالك علما نافعا واعوذ بك من علم لا ينفع اللهم إني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك اللهم اني اسالك موجبات رحمتك وعزائم مغفرتك و والسلامة من كل إثم والغنيمة من كل بر والفوز بالجنة والنجاة من النار اللهم آمين همینطور دعا میکنیم دعا میکنیم برای خودمون برای همه امتیمون برای خانواده هامون پدر و مادرمون خیشامون اونایی که مرده هایمون اونایی که گذشتند و رفتند از نیاکانمون از خیشامون از دوستامون از استادامون از کسایی که بر ما حقی دارند برای کسایی که برای ما دعا کردند برای کسایی که از ما دعا خواستند برای همه مؤمنان برای جهان اسلام برای مستمندان و مظلومان در هر جای دنیا زاری میکنیم دعا میکنیم اونایی که در حج هستند دعا میکنند اونهایی که در عمره هستند دعا کنند اونهایی که در خونه هاشون هستند دعا کنند اونهایی که قلباشون دور خانه خدا تواف میکنه دعا کنند و اصرار کنیم رو دعامون با خاشعانه و خازعانه در مقابل خداوند متعال بندگی خودمون رو به نمایش بگذاریم و دعا کنیم و دعا کنیم و توحید رو در قلبمون جا بدیم که خداوند دعای ما رو قبول خواهد کرد لبيك اللهم لبيك لبيك لا شريك لك لبيك إن الحمد والنعمة لك والملك لا شريك لك